چقدر اشتباه محاسباتیه؟ اشتباه محاسباتی به نظرم هنوز ما نمیدونیم. هنوز ما نمیدونیم که عکس العمل اسرائیل چه خواهد بود. هنوز ما نمیدونیم. به خاطر اینکه عکس العمل اسرائیلیا زمانی مشخص میشه که تصمیم کابینه جنگی روشن بشه، حرکتی بکنن، و اگر که حرکتی بکنن که خب نسبت به خاک ایران باشه و مثلا بعض شایعاتی که گفتن 5 نقطه رو میزنیم، اگر همچی شایعات درست باشه، اون وقت باید ببینیم که عکس العمل مردم چه خواهد بود. به خاطر اینکه معلوم نیست که مردم ایران از این جریان به طور منفی برخورد بکنه یا مثبت. حتی ممکنه به طور مثبت. اگر که جریانی باشه که به خصوص لطمه بزنه به مثلا سران کشور، ممکنه که خیلی هم مردم ایران عمل منفی نشون ندن. این است که اون چیزی که در حال حاضر در جریانه این است که ایران فکر میکنه که پیروز شده، به خصوص که مشکل اینه. ببینید مشکل اینه، در جامعه شناسی هم بهش میگن self-fulfilling prophecy، یعنی چیزی که شما میگی یا خودتم باور میکنی یا دیگران باور میکنن، اینقدر تکرار میکنی. الان اینا اینقدر تکرار کردن که این جنگ پیروز شدن و بردن که خب خودشون هم باور کردن دیگه تا حدی. در صورت که واقعیت امر این است که حد اکثر که ما بتونیم بگیم که خب ایران موفق شده که تعدادی موشک رو وارد خاک اسرائیل بکنه. خب این یه پیروزیه برای خودش، چون هیچ کس تا به حال این کار نکرده بود. و اینها هم شروع کردن به دروغ گفتن در بارش که اینقدر ما لطمه زدیم، پایگاه‌های نظامی رو زدیم فلان، و طرفدارانشون رو از هشت شعبی بگیر تا حزب الله تا دیگران، اینها در واقع یک نوع قوت قلبی میگیرن از این جریان دیگه. این قوت قلبی که میگیرن به خود حاکمیت ایران مثل که به اصطلاح سرایت کرده. در واقع این حمله گسترده که به باور بسیاری یک شکست بوده به واسطه اون دفاع پدافندی قوی که صورت گرفت، در نفس حمله معادلات منطقه رو برای همیشه تغییر داده. اینکه بتونه این حجم حمله رو نسبت به اسرائیل داشته باشه، در واقع این تابو شکسته شده. اما اونجایی که برمیگرده میگه که اگر هر حمله علیه ما صورت بگیره، با توجه به اینکه در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همه جا هستند و اسرائیل تقریبا تمام این اهداف رو هدف قرار داده در مقاطع مختلف، فرماندهان جمهوری اسلامی رو، اگر بخواد هر حمله پاسخش در خاک ایران داده بشه، این ایران رو چطور به خطر میاندازه؟ خب به نظر میرسه که اون چی که خیلی مطرح نیست در معادلات دولت جمهوری اسلامی ایرانه، متاسفانه. و حتی حساب نمیشه که اگر این جریانات به همین ترتیب که داره افزایش پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه، به جایی برسه که جنگ و درگیری شدید ایجاد بشه. اون چیزی که دولت جمهوری اسلامی قوت قلب گرفته که بگه ما کردیم و ما زدیم و حالا مزید به بعد مستقیم از خاک ایران میزنیم، به این دلیله، شاید به این دلیله که وقتی که از خاک ایران عکس العمل نشون داده میشه، امضا و اثر انگشت ایران رو داره. خیلی فرق میکنه که مثلا هشت شعبی یا حزب الله یا دیگران مثلا 4 تا موشک بزنن. تا چندی پیش دقیقاً هر گونه از این حملات رو میگفتن که نه، ما فقط حضور مستشاری داریم. کاملا مخفی میشدن زیر عنوانهای مستشاری، زیر عنوانهای دیگه، و دیگران برشون جنگا رو مثلا ارتب با هدایت جمهوری اسلامی. ولی الان مثل که وارد یه فازی شدن که دیگه اون حساب کتابا رو فهم کنن میتونن کنار بذارن، و این بسیار خطرناکه برای ایران. به خاطر شما ببینید، حتی در یه حساب سرانگشتی فرض کنید که یه جنگ درگیر بشه، بله،
به قول خودشون این شهرهای موشکی رو اینا به کار بندازن و صدها و هزارها موشک بفرستن سر اسرائیل دیگران. ولی این تمام میشه، موشک که نمیشه باش جنگ رو آغاز و پایان داد، که موشک یه چیزی مثل فشنگ، این تمام میشه. بعد از اون چی؟ در صورتی که پشتوانه اسرائیل یا امریکا اصلا تمام شدنی نیست الاز اصله. سپاس از حضور شما رسول نفیسی مدرس جامعه شناسی که همراه ما بود. خیلی متشکرم.